همونطور که در بخش قبلی گفتم، چرخشی که در سالهای 1950-1960 اتفاق میفته ما رو از یک رویکرد صرفا مادیگرا میبره به طرف رویکردی که هرچی بیشتر ذهنیگرا هست، در این حال که مادیت رو رد نمیکنه، اهمیت مطالعه بر روی سیستم‌های مادی، مبادلات مالی، مادی، اقتصادی، روابط متفاوتی رو که فناوری در زندگی انسان‌ها ایجاد می‌کنه رو کنار نمی‌گذاره، ولی میره به طرف اینکه بپردازه به مسائل ذهن. خب در اینجا ما میتونیم بگیم با یک موقعیت دوگانه سر و کار داریم که این موقعیت دوگانه از یک طرف یک امتیاز برای انسان شناسی و از یک طرف یک خطر. خب چرا امتیازه؟ به دلیل اینکه هر چقدر که ما به طرف گسترش درک سیستم های ذهنی غیر مادی غیر ملموس میریم و شروع میکنیم به طرح تحلیل هایی که روی اینها تاکید دارن، قابلیت هایی که به ما امکان میده که پدیده رو درک کنیم بیشتر میشه، میتونیم عمق بیشتری بدیم به سیستم های تحلیلی و به نکاتی برسیم که قبلا اصلا در نظر نمیگرفتیم. نمادشناسی در سیستم های مثلا ابتدای قرن تقریبا وجود نداره جز در قالب همین شکلی که گفتم بهتون که ما چطور یک مثلا نشانه یا چطور یک حرکت از شکل ساده به شکل پیچیده رسید. اگر کسی نمادشناسی انجام میداد به هیچ عنوان جدی گرفته نمیشد در حوزه علوم اجتماعی یا اصلا توجه بهش نمیشد، چون معتقد بودن که اصلا اینها مباحثی نیست که مربوط باشه به علوم اجتماعی. از این لحاظ مثبت تحول و ما در طول شاید بگم 40 یا 50 سال که از این چرخش میگذره به دستاوردهای بسیار بزرگی در حوزه شناخت انسان رسیدیم. همین دستاورد کمی نیست که لوی استراس به خصوص در کتاب اندیشه وحشی خودش بازش میکنه و برخلاف رویکرد پیشین که در انسان شناسی وجود داره و مردم شناسی، این رو مطرح میکنه که اندیشه وحشی یا اندیشه‌ای که انسان‌های غیر اروپایی دارن یا انسان‌هایی که فاقد سیستم نوشتاری دارن، این اندیشه لزوماً از اندیشه کشورهای متمدن یا اونایی که داره سیستم نوشتاری هستن اهمیت کمتری نداره، پیچیدگی کمتری هم نداره، در خیلی از موارد حتی پیچیدگیش بیشتره و کمتر نیست. بنابراین پیدا شدن سیستم های نوشتاری، سیستم های ثبت خاطره به صورت مکتوب و نوشتاری معناش نیستش که ما وارد سیستم های پیچیده تر ذهنی شدیم. قانونی در اینجا وجود نداره. ما میتونیم در یک قبیله، در یک گروه کوچیک که به نظر میرسه خیلی عقب افتاده است داخل گیومه، به نظر میرسه که خیلی فاصله داره با مسائل مدرن و غیره، میتونیم پیچیدگی رو ببینیم، پیدا کنیم در سطح زبان، در سطح رفتارها، در سطح اندیشه، که حتی در یک موقعیت کاملا مدرن ما با اون سطح از پیچیدگی روبرو نشیم. نوع خانشمون رو بنابراین باید از رفتارهای اجتماعی تغییر بدیم و این خانش بر اساس یک سری شاخص های محدودی که عمدتاً شاخص های فناورانه هست نباشه، مثل اینکه همین شاخص نوشتار، سیستم ثبت حافظه نوشتاری، یعنی مثلا بگیم اگر جایی
نوشتار داشته باشن، یعنی حافظشون رو به شکل مکتوب ثبت کردن، پس در اینجا دانش سطحش میره بالا، و اگر در جایی نوشتار وجود نداشته باشه یعنی ثبت حافظه ای انجام نشده، بنابراین سطح پیچیدگی هم پایین. این دستاورد خیلی بزرگه به دلیل اینکه اگر ما مبنا رو از تحلیل نوشتار و ثبت خاطره یه نوشتاری در شکل نورماتیوش، در شکل هنجارمندش خارج کنیم، همه چیز تبدیل میشن به چیزهایی که ما میتونیم به اونها نگاه کنیم به عنوان اشکال ثبت حافظه، از فرض کنید حرکات بدن که به همین جهت هستش که نظریه پرفورمنس با وجود میاد، نظریه اجرا با وجود میاد. این بحث مطرح میشه که مثلا ما در یک رقص کلاسیک، مثلا در رقص هندی که یک رقص کاملا نمادین هست، سمبولیک هست، با حرکات بسیار زیاد و پیچیده، ما با یک دنیایی از معنی سر و کار داریم که باید این رو آنالیز کنیم. یا در مراسم آیینی، در مراسم آیینی ما با سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای سر و کار داریم که اینها به ما اطلاعات بسیار زیادی میتونن بدن، منتها نه با روش‌هایی که قبلا استفاده می‌کردیم که مثلا بیایم یک پدیده رو بررسی کنیم. باید روش‌هامون رو تغییر بدیم و این روش‌ها باید روش‌های پیچیده‌تری باشن. اون روش‌هایی که ما لازم داریم برای اینکه بتونیم یک آیین رو بفهمیم بسیار بسیار پیچیده ترن از روش هایی که ما مثلا داشتیم در اینکه یک خط رو بخونیم و بعد اون رو با سیستم خودمون صرفا تحلیل کنیم، ببینیم که اونجا چی نوشته و بیاریمش یک نوع ترجمه مکانیکی بکنیم و بعد این رو مبنا قرار بدیم برای اون سیستمی که داریم روش کار میکنیم. کار روی سمبولیسم کار بسیار پیچیده تریست. مثلا نگاه کنید به خود سیستم ایرانی. سیستم ایرانی یک سیستم ایرانی کلاسیک به خصوص باستانی پیش از اسلام، ولی تا حدی بعد از اسلام هم همینطور. سیستم ایرانی سیستمی هستش که در اون نمادها بسیار بسیار اهمیت دارن، سیستم‌های اسطوره‌ای بسیار اهمیت دارن، سیستم‌های ریتمیک بسیار اهمیت دارن و سیستم‌های باطنگرا بسیار اهمیت دارن، سیستم‌های گرافیک بسیار اهمیت دارن. مثلا نگاه کنید به پدیده مثل قالی یا بافته ها به طور کلی، گلیم ها، تمام چیزهایی که بافته میشه. خب در اینها نوعی پیچیدگی هست که از جنسی نیست که ما در زبان میبینیم، در زبان متعارف، در نوشتار، در قد و غیره میبینیم. و کودیفیکیشن اینها یا سیستم رمزگذاری اینها و سیستم رمزگشایی یا دکودیفیکیشن اینها کاملا متفاوته با سیستمی که ما در زبان و در خط و در نوشتار داریم. اون سیستمی که در خط یا در نوشتار داریم چیه؟ اینه که ما برای هر لغت یک لغت معادل بگذاریم، برای هر فعل یک فعل معادل بسازیم. چیزی که بهش گفته میشه چی؟ بهش گفته میشه ترجمه. یعنی برای یک جمله ما بتونیم لغت‌ها و فعل‌های پیدا کنیم که ادعامون اینه یا تصورمون اینه که اینا معادل کلمات و افعالی هستن که در جمله ابتدایی وجود داره. و بعد بر اساس ترجمه ای که به دست میاریم پدیده رو بررسی کنیم. هم مطالعات ترجمه، هم مطالعات نشانه شناسی، هم مطالعات نمادشناسی نشون چی رو نشون میدن؟ نشون میدن که ترجمه صرفاً یک تصویر مبهم و تار رو میتونه منتقل کنه از چیزی که در اصل یک سیستم وجود داره. و در خیلی از موارد ترجمه یک نوع بازسازی اون چیز هست به یک در یک سیستم دیگه که میتونه کاملا دور باشه از اون چیزی که در سیستم اولیه هست و به جای اینکه به ما کمک کنه که اون سیستم اولیه رو بشناسیم
ما را از شناخت اون سیستم اولیه دور کنه. لزوما ترجمه وسیله برای نزدیک شدن به شناخت سوژه نیست و برعکس میتونه وسیله باشه برای دور شدن از سوژه. چرا؟ یعنی که ما اون رو نمیفهمیم و ترجمهش بکنیم به یک چیز دیگه و بنابراین میرسیم به یک موجودی، میرسیم به یک چیزی که با اون پدیده اولیه کاملا متفاوت. نگاه کنیم مثلا به ترجمه ادبی یا به ترجمه شعر، مثلا شعر فارسی وقتی سعدی تبدیل میشه به یک متن انگلیسی، فرانسه، آلمانی، یا حافظ تبدیل میشه به همین شکل، اینا تبدیل میشن به موجودات دیگه‌ای که لزوما با موجودات اولیه ارتباطی ندارن، یا اگرم دارن ارتباط دورادور دارن. وقتی که ما میایم توی سیستم‌های خوانش متفاوت از نوشتار، مسئله بسیار بسیار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون خوانش دیگه صرفاً به شکل تعبیلی میتونه انجام بگیره، به شکل ارمنوتیک یا تفسیری میتونه انجام بگیره. وقتی مثلا ما یک تحلیل روی رنگ‌های قالی میکنیم، روی طرح‌های یک قالی میکنیم و سعی میکنیم اینها رو وصل کنیم به سیستم فرهنگی که این قالی رو تولید کرده و نشانه های اون سیستم فرهنگی رو در این قالی پیدا کنیم و توضیح بدیم، کار بسیار بسیار مشکل تره از اینکه ما بیاییم برای هر کلمه یک کلمه معادل بذاریم و یک به اصطلاح گذار مکانیکی رو از یک زبان به زبان دیگه انجام بدیم. به همین جهت هستش که اصولاً رویکردهای تفسیری رویکردهای سختی هستن و خب ولی اگر موفق بشن میتونن عمق بسیار بیشتری رو در پدیده به ما نشون بدن از اون عمق سطحی. به عبارت دیگه ما اگر بتونیم از سطح ترجمه مکانیکال فراتر بریم، بتونیم به عمق یک متن پی ببریم یا به عمق یک نشانه یا به عمق یک پدیده پی ببریم، بسیار بسیار بهتر میتونیم اون پدیده رو درک کنیم از اون لایه سطحی که در ابتدا میبینیم. این اون جنبه مثبت قضیه هستش که ما در رشد به اصطلاح سیستم‌های تفسیری میتونیم بهش برسیم. جنبه منفی چیه؟ جنبه منفی اینه که برخلاف سیستم‌های نرماتیوی مثل ترجمه، در سیستم‌های تفسیری ما بسیار کم میتونیم بریم به طرف استفاده از نرم‌های ثابت. یعنی چی؟ یعنی که همونطور که یک فردی میتونه چیز رو به یک نوع تفسیر کنه، صدها و هزاران تفسیر دیگه هم امکان پذیر. نه اینکه در ترجمه این کار نتونه بشه، ولی در ترجمه محدودیتی وجود داره که این محدودیت ناشی از چیه؟ ناشی از محدودیت خود زبانه. یعنی یک فعل رو میشه براش از 3 تا 4 تا فعل معادل استفاده کرد، نه از 100 فعل. برای یک کلمه شما میتونید از 2-3 تا کلمه معادل استفاده کنید، نه از 100 کلمه معادل. فرض بر این است که مثلا وقتی کسی در انگلیسی میگه sky، مثلا در فارسی میشه awesome. بنابراین نمیشه برای مثلا واژه اول 10 کلمه دیگه آورد. این بی‌معنی. ولی واقعیت قضیه چیه؟ اینه که اون چیزی که در انگلیسی گفته میشه با اون چیزی که در فارسی گفته میشه 2 چیز متفاوت در سیستم‌های شناختی که هر کدوم اینها دارن، چون سرگذشت اون لغت یکی نیست، موقعیتش یکی نیست و در نتیجه نمیشه ادعا کرد که این به یک نتیجه منجر میشه. حالا این در لغت هست. وقتی که ما گذار کنیم به سیستم‌های دیگه، سیستم‌های سمبولیک، گرافیک، هنر، موسیقی و غیره، زبان‌هایی که به خودی خود هم نظاممند یا بهتر بگیم هنجارمند نمیتونن بشن، مسئله بسیار سخت‌تر میشه. در نتیجه امکان سوء استفاده یا امکان اشتباه، انحراف و
همه اشکال کشف‌فهمی افزایش پیدا می‌کنه. در سیستم‌های مطالعه نمادین همیشه چنین خطری وجود داره که شما تفسیری رو که یک تفسیر کاملا بی ربط هست رو به عنوان یک تفسیر درست و عمیق مطرح بکنید. خب این خطری است که ما داریم که هر اندازه بحثمون بیشتر تفسیری بشه، هر اندازه بحثمون بیشتر تحویلی بشه، این هم میتونه عمیق‌تر شه، هم میتونه سطحی‌تر شه یا آربیترر‌تر شه، یعنی دلبخواهانه‌تر شه. به همین جهت هستش که مثلا در آموزش نوشتار تحلیلی ما روی این مسئله تاکید میکنیم که نوشتار تحلیلی ابتدا باید از سیستم‌های خیلی ساده‌تری از تحلیل استفاده کنیم که قابلیت نرماتیو بسیار بالاتری داره، نه اینکه بره به طرف سیستم‌هایی که به خودی خود از نرم گریزانن و در نتیجه دست رو باز می‌ذارن و یک فردی که قدرت این کار رو نداره و ظرفیت این کار رو نداره خیلی راحت می‌تونه بره به طرف سیستم‌های کاملاً غیر عقلانی. این بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده که مثلا در حوزه‌های خصوص مثل روانکاوی یا روانشناسی افرادی رفتن به طرف مفاهیمی که در نهایت مفاهیم کاملا بی ربطی بوده، مفاهیمی بوده که غیر قابل دفاعه و کاملا از علم فاصله میگیره و وارد حوزه‌ای میشه که این حوزه‌ها دیگه حوزه‌های به نوعی باطن‌گرای غیر قابل دسترس هستن، چیزی که تو ذهن خودمون فرد فقط وجود داره. مثال های معروفش مثلا رایش هست، ویلهلم رایش هست یا حتی یونگ هست در بخش از نوشتهاش و طبعا یه خطر مهمی است وقتی که ما میبینیم که شخصیت مثل ویلهلم رایش میتونه به انحراف کشیده بشه و بره به طرف نوشتن چیزهایی که کاملا بی‌ربطه در شناخت پدیده‌های اجتماعی، این برای هر کس دیگه هم قابل اتفاق افتاد. از این لحاظ نیاز به این وجود داشته که سیستم‌های تحلیل نظری یه مقدار برن به طرف تخصص و بتونن در اون تخصص‌های خودشون سیستم‌های نرماتیو تحلیل واقع‌گرا رو با سیستم‌های سمبولیک و تفسیری ترکیب کنن. خب یکی از راه‌هایی که برای این قضیه پیدا شده سیستم‌های هستش که از موقعیت‌های مشخص اجتماعی حرکت می‌کنن و اونها رو مبنای به اصطلاح کار پژوهشی خودشون قرار میدن، مثل مطالعات زنان، مثل مطالعات پزشکی، مطالعات بر روی یک هویت، بر روی یک جماعت، بر روی یک موقعیت خاص و غیره که اینها شاخه‌های جدیدی هستند که در انسان‌شناسی ظاهر میشن و الان ما با اونها سر و کار داریم و در اغلب اینها برای که جلوی انحراف ذهنی گرفته بشه، یعنی ما نیفتیم دوچار یک نوع ذهنی گرایی که رابطمون رو با واقعیت قطع کنیم و یک ذهنی گرایی شخصی رو جایگزین متدی کنیم که باید متد علمی باشه، سعی میشه که متدهای واقع گرایانه و مبتنی بر کنش رو ترکیب کنن با متدهای ذهنی که مبتنی بر کنش نیستن بلکه مبتنی بر اشکال بروز، بیان یا بازنمایی سیستم‌های ذهنی هستن.